با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، 1 بعد از ظهر ابری واشنگتن، در این شماره از برنامه در نیمه نخست بر آن هستیم که بپردازیم به یکی از مهمترین موضوعات روز در کنار خبرهای مهم دیگه‌ای که در عرصه زندگی روزمره مردم جاری و ساری است. خبرها می‌دونیم بسیاره، به ویژه در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تفاهم‌نامه اخیر میان جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 و همینطور درگیری‌های منطقه، نقش حکومت ایران در این درگیری ها و خبرها در عرصه های مشابه. اما مهمتر از همه این عرصه ها عرصه زندگی روزمره مردم هست. کوچه و خیابان، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، اتوبوس ها، هوا، آب، مواد غذایی، همه اون چی که در مجموع در زیر عنوان محیط زیست تعریف و حضور دارن و عمل میکنن، عناصری که وفورشون باعث شده عملا اهمیتشون نادیده گرفته بشه، مثل هوا و مثل آب. تردیدی نیست که دولت ها در این زمینه نقش مهم دارن در حفظ محیط زیست در جهت سلامت مردم و در بسیاری از کشورها نه تنها انسان‌ها که جانداران، اما مردم نیز نقشی متقابل دارند. این نقش چه هست، چگونه هست، چگونه آموزش می‌بینه و عمل می‌کنه، بحثی است که ما در ادامه برنامه در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند خانم اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، این موضوع رو با ایشون، با مهمان گرامی تفسیر خبر، مهمان گرامی من و شما عزیزان بینندگان در میان خواهیم گذاشت تا لحظاتی دیگر. خانم بهرامی گرامی برای دومین بار هست در تفسیر خبر حضور دارن و بیشتر اشاره کردم تحصیلات خودشون رو در زمینه محیط زیست در ایتالیا در سطح عالی ادامه دادن و همچنان در حال ادامه دادن هستن در وقت دکتر. خیلی خوشحالیم ایشون با من و شما هستن در این برنامه، به نمایندگی از شما خوش آمد و سلام و درود به شما خانم بهرامی گرامی. درود به شما شارنگی و درود به همه بیننده‌های عزیزتون، با امید به اینکه بتونیم یه بحث خوبی رو امروز کوتاهی رو داشته باشیم. البته من دانشجوی ارشد هستم نه دکتر. امیدواریم به زودی تمام مراحل رو با موفقیت بگذرونیم، من این تصور رو داشتم و به هر حال خوشحالم تصحیح کرد. مطمئن هستم موفق و موفق تر خواهیم، مثل بسیاری دیگه از جوانهای استعداد و هوشمند ایران. خانم بهرامی گرامی، اول از هر چیز آیا این نکته‌ای که من اشاره میکنم یا اشاره کردم، اهمیت عناصر که به وفور هستن مثل آب، هوا و بقیه مسائل، اینا در زندگی روزمره مردم خب بسیار بسیار حیاتی هستن، اما
حفظ این منابع، این منابع حیاتی، تا چند اندازه دولت ها، تا چند اندازه ملت ها، تا چند اندازه به طور مشترک به اصطلاح مسئول هستن مردم. موضوع قابل تر بسیار مهمیه، به خاطر اینکه مخصوصا با توجه به اینکه ما در این دو ماه گذشته روزای مناسبت داری را مرتبط با طبیعت داشتیم، مثل سیزده بدر که خب روز ملی طبیعت در ایران، روز جهانی زمین پاک و اوپاک رو داشتیم و روز ساعت زمین رو داشتیم و روز جنگل، روز جهانی جنگل رو داشتیم، که در تمام این موارد ما میتونیم ارتباط مستقیم و پیوند مستقیم شهروندان، چه مرتبط با سلامت اونها و چه نقش موثر و مفیدی که میتونن در طبیعت در مورد محیط زیست و منابع طبیعی و سرمایه ملیشون داشته باشن بهش بپردازیم. علاوه بر اون فکر میکنم که حضور و مشارکت مردم، چه به شکل خودجوش چه به شکل سازمانهایی که در واقع مردمی هستن که غیر وابسته به دولتن، که در واقع NGO ها، میتونه خیلی خیلی موثر باشه، مفید باشه و علاوه بر اون که نشانه دموکراسی، نشانه پیشرفت یک کشور و به این ترتیب خب افراد احساس مسئولیت بیشتری میکنن و خودشون رو مالک منابع طبیعی خودشون میدونن. علاوه بر اون که به لحاظ روانی هم وقتی که یه فردی ایده هاشو پذیرفته میشه و حرفش شنیده میشه و مشارکت گرفته میشه در هر امری، مخصوصا موضوع صحبت ما که محیط زیسته، خب مسلما خودش رو بیشتر متعهد میدونه به رعایت قوانینی که وضع شده و به نوعی اون رو از خودش میدونه و متعلق به اون محیط میدونه، خودش رو متعلق به طبیعت میدونه و طبیعت رو در واقع منبعی برای سلامت خودش تلقی میکنه. به این ترتیب خب به نظر میرسه که ما همونطور که تو موضوعات مختلف معمولا نقش مردم رو ندیده در نظر میگیریم و فکر میکنیم سیاستگزارا هستن که باید همه چیز رو تعیین بکنن و در واقع تمرین کمتری داشتیم به لحاظ اون جغرافیا و اون سیاست کلی که در ایران حاکمه در مورد دموکراسی و کار گروهی، به نظرم میرسه که محیط زیست میتونه یه عرصه خیلی خوب و موفقی باشه در این مورد. خب ببینید، مسئله اینه که خود شما هم اشاره کردی، این موضوع شاید نسبی باشه. در کشورهایی که میزان مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف وسیع است، مثل ایتالیا، بقیه کشورهای اروپا یا بسیار از کشورهای اروپا، آمریکا و جای دیگه، طبیعی هستش که نقش مردم در حفظ محیط زیست هم به هر حال مجراهایی است که عمل میکنه. اما این نقش در کشورهایی که چنین نیست، مردم در زمینه‌های دیگه شرکت ندارن، حضور فعالی ندارن، آیا میشه ازشون توقع داشت فقط در مورد محیط زیست فعال باشن و مشارکت داشته باشن؟ ببینید، در ایران بخشی در سازمان محیط زیست اختصاص داده شده به مدیریت مشارکت‌های مردمی، چیزی نزدیک 760 تا اصطلاحاً سمن که بهشون میگن سازمان‌های مردم نهاد در ایران به شکل رسمی ثبت شده که توی عرصه‌های مختلف از حفظ حیات وحش گرفته تا جنگلداری، جنگلبانی و در واقع محیطیار، اصطلاحاتی که جدیداً در سازمان محیط زیست استفاده میشه، محیطیار و محیطبان، اینها حضور دارن و مشارکت میکنن. علاوه بر اون، ما به نظر من این موضوع باید اهمیت داده بشه بهش، به خاطر اینکه نیاز به تقدیر دارن افرادی که تو اون فضا و تو اون در واقع سپهر آلوده سیاسی و در واقع امنیتی ایران دارن کار میکنن روی حیطه محیط زیست. شما ببینید که ما تمام اطلاعاتی که در مورد شکارگاه ها داشتیم، در اطلاعاتی که در مورد گزارش های زیادی که در مورد مرگ یوز پلنگ ها بود، گزارش هایی که در مورد مرگ محیطبان ها بود، اینا رو خیلی از همین وبلاگ های محلی و گروه های محلی که دارن فعالیت میکنن به شکل بومی مندرج کردن. اطلاعات زیادی که منتقل شد و بعد مجبور شدن در واقع مسئولین سیاسی و سازمان های مربوطه واکنش نشون بدن، مثل گزارش هایی که در مورد مسمومیت های خیلی در سطح بالا، مثل مسمومیت هایی که در مدارس بود ما داشتیم به خاطر مواد غذایی آلوده، اینها رو در واقع گزارش های مردمی بود و شهروند خبرنگارها بودن که سیستم رو مجبور واکنش کردن یا اینکه مجبور پیگیری کردن. کما اینکه من فکر میکنم وقتی ما داریم در مورد موضوعی صحبت کنیم باید دو طرف ماجرا رو ببینیم، به خاطر اینکه
ما متاسفانه یه فرهنگ بسیار بسیار بالای مصرف گرایی در ایران داریم و این طبیعتا مساویه با تولید زباله بیشتر، مساویه با آلودگی های محیط زیستی بیشتره و مساویه با در واقع تولید پلاستیک بیشتره و به این ترتیب علاوه بر اینکه خب به سلامتی محیط زیست آسیب میزنه، افراد رو هم دور میکنه. موضوع دیگه ای که در مورد ایران به شکل خاص مطرحه اینه که همیشه یه سری لجاجت های میتونیم بگیم مثبت یا منفی از طرف مردم با سیستم‌های دولتی و قانون وجود داشته، برای اینکه در خیلی از موارد مردم قانون رو حامی منافع خودشون نمیدونن و یا یعنی اینکه دولت رو در خیلی از موارد در واقع از خود نمیدونن و فکر میکنن که با آسیب زدن به منابع طبیعی یا با اینکه حفظ نکنن یا اینکه حریم خصوصی اونها فقط شامل خانه و خانوادهشون میشه و مثلا اگه به پیکنیک میرن جنگل دیگه جزء حریم زندگی اونها به حساب نمیاد یا رودخونه‌ای که در محل زندگیشون هست جزء حریم زندگی اونها به حساب نمیاد. به این ترتیب خب باعث میشه که مجوز به خودشون میدن که این مسئله آلودگی محیط زیست رو به راحتی انجام بدن. مصوبتاً مطمئناً مسئله قانونه، برای اینکه ما آقای شارنگی قوانین بازدارنده و قوانینی که شامل جریمه های سنگین و مناسب باشه چه برای کارگاهی کوچیک چه برای کارخونه های بزرگ نداریم. به این ترتیب اگه بیمارستانی به طور مثال پسابا و زباله هاشو سرازیر بکنه به یه رودخانه، به اندازه‌ای که آسیب زده به طبیعت جوابگو نیست و ملزم نیست که آسیبی که ایجاد شده رو جبران بکنه. پس ما میبینیم که اینها در تعامل خیلی مستقیم و پایاپای هستن با هم دیگه، مردم و جغرافیایی که درش زندگی میکنن. خب و عنصر سوم که خود شما اشاره کردین، حالا چه در مورد ایران که کشورهای مشابه ایران، دولت و حکومت هست، نقشی بله. که داره در تخریب یا در سازندگی. بله مطمئنا میتونه دولت خیلی نقش خیلی اساسی و مهمی داشته باشه که موارد مختلف هم بهش پرداخته شده، برای اینکه وقتی که ما در مورد نهادهای مردمی صحبت میکنیم مطمئنا بودجه رو باید در نظر بگیریم، حمایت قانونی رو در نظر بگیریم، قوانین رو در نظر بگیریم که در مجلس تصویب میشه. و موضوع مهم اینه که محیط زیست مسئله ایه که فراگیره و در واقع همه چیز رو میتونه در واقع پوشش بده. برای اینکه شما وقتی که در مورد خدمت به محیط زیست صحبت میکنین، امروز دنیا میدونه که معماری میتونه نقش خیلی مهمی در این موضوع داشته باشه، هنر میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه برای اطلاع رسانی، برای ایجاد ارتباط و پیوند شهروندان با حقوق، شناختن حقوق اولیه خودشون، رسانه ها و آموزش و پرورش میتونه در فرهنگ سازی نقش اساسی داشته باشه. ولی تمام این ارگان ها همونجوری که همه ما میدونیم در ایران ارگان های دولتی هستن و مطمئنن این نقش ویژه و مسئولیت ویژه ای رو به عهده دولت میذاره. منتهاش من فکر کنم که میشه مستقلا به موضوع نقش دولت و نقش مردم پرداخت. من فکر کنم مثلا از یکی دو نمونه کوچیک شروع بکنیم که مشخصا اینا با هم در پیوندن. مسئله آب، مسئله آلودگی آب. شما ببینید که وقتی در مورد آلودگی و مصرف بالای آب صحبت میکنی مطمئن همیشه یه وجه ماجرا برمیگرده به مصرف خانگی، منتهاش کمتر اینو میشنویم که خب مصرف خانگی آیا مشکلش با افزایش قبض ها حل شد؟ مطمئناً یه بخش خیلی بزرگی از این مسئله هنوز باقیه و این اگه ریشه یابی بشه مشخص خواهد شد که مصارفی هم که به شکل آب آشامیدنی لوله کشی در واقع مصرف میشه، بخش زیادیش صرف میشه در کارگاهی کوچیک و صرف میشه برای افرادی که شرایط خصوصی خاصی دارن و پوانای ویژه دارن برای استفاده از آب، برای پر کردن استخر، برای آبیاری درختاشون و من فکر می‌کنم اینه یه قشر اندکی هستن. علاوه بر اون فراموش نکنیم که حدود 30% آب آشامیدنی ما به خاطر لوله‌های فرسوده است که از بین میره. پس وقتی مثلا در مورد موضوعی به نام آب و مصرف خانگی هم صحبت می‌کنیم، شما می‌بینید که همیشه یه بخش پرانتز در واقع بزرگی رو باید باز بکنیم برای افرادی که وابسته به دولت پوانهای ویژه و امتیازهای ویژه دارن و همینطور کارشکنی ها و سهل‌انگاری که دولت در خدمات میکنه مثل خدمات فازرا و خدمات لوله کشی آب آشامیدنی. پس مطمئنم همیشه یک سر ماجرا دولته، ولی من از اونجایی که فکر میکنم نیاز به تقدیر و نیاز به یادآوری داره که گروه های زیادی الان در ایران دارن در مورد محیط زیست
کار میکنن. شما ببینید که مثلا یه خانم مثل بنی اعتماد فیلم کار میکنن در مورد بانوی محیط زیست ایران، خانم محلقا ملا در مورد ایشون فیلم میسازن و یادآوری میکنن که آدمای زیادی هستن که تمام زندگیشون رو صرف این موضوع کردن. و ما میبینیم که در معماری مثلا خیلی از افراد هستن که با وجدان عمل میکنن. به طور کلی میخوام بگم که ما در جزئیات و چه در کلیات همیشه باید به این در نهایت نیاز داره دولت که همراهی ملت رو داشته باشه، و کما اینکه این هیچ نقش دولت کمرنگ نمیکنه، بلکه باید وظیفه شناسی و احساس مسئولیت دولت سنگین تر میکنه. برای اینکه اگه شهروندان مطالبه گر باشن و بخوان سلامت خودشون رو که جز اولیه ترین حقوق شهروندیه، مطمئنا دولت باید پاسخگو باشه و برش در دراز مدت برنامه ریزی بکنه. ولی این رو هم نباید فراموش بکنیم که برنامه ریزی ها همیشه در اجرای یک بخشش دولت هستن. میتونم نمونه عینیشو در مورد کشاورزی مثال بذارم. شما ببینید که اتفاقا دیروز روز جهانی بهداشت و موضوع امسالی که برای روز جهانی بهداشت انتخاب شده سلامت تغذیه است. یکی از موارد مهمی که در ایران امروز مسئله سازه استفاده از سموم و کوتاهی کشاورزیه. خب یه بخشی از کشاورزان ما به صورت وابسته به دولتی یا به واسطه به جهاد کشاورزی یا به هر حال گروهای به این فرم کار میکنن، ولی بخش بزرگی از این افراد به صورت شخصی دارن کشاورزی میکنن، شغل آب و اجدادیشون بوده. پس اگه ما در مورد وجدان جمعی صحبت میکنیم، در مورد اصلاح الگوی در مورد الگوهای صحیح کمک بکنه به محیط زیست پایدار صحبت میکنیم، حتما باید نقش ویژه‌ای رو برای مردم، برای تک تک شهروندان اون سرزمین در نظر بگیریم. بله. خب مسلمه این بود میرسیم به همون فرق بین کشورهایی که در زمینهای مختلف آزادی های دارن و کشورهایی مثل ایران که چنین نیست. یعنی در کشورهایی مثل ایران تمام حوزه ها رو به قول آیت الله خمینی تا صندوق خونه مردم رو هم میرن سرک میکشن کار و زیر نظر میگیرن، ولی وقتی به انجام وظایف دولت میرسه در این جاها دیگه مردم باید شروع کنن به صرفه‌جویی آب، مردم باید این کار کنن، برنامه‌ریزی سطح‌ها، برنامه‌ریزی‌های غلط سطح‌ها، خانه‌سازی و ساختمان‌سازی در جنگل‌های کشور سرمایه‌های ملی من. ببینید نکته‌ای که شما اشاره می‌کنید اشاره هم داره به آموزش دادن در کشورهای چجوری مردم آموزش ببینن، چجوری مشارکت کنن. در کشوری مثل ایران ما یک واحد جامعه شناسی داریم یا شهرنشینی داریم و اون کوچکترین شاید من بتونم بگم از محله کوچکتر کوچه است. کوچه یک در هر محله از ایران یک محل مشا بود بین مردمانی که در اون کوچه زندگی میکردن. طبق یک قرار نانوشته این کوچه همیشه تمیز بود. طبق یک قرار نانوشته جارو کردن، اگه سپور دولتی هم نمیومد جارو کنه، این کوچه رو باز خود مردم جارو میکردن. کسی آشغال میریخ فردا شد چند ساعت بعد یکی پیدا میکرد که کی ریخته، در میزد آقا این کار نکنید. اون شعار معروف بر پدر و مادرش لعنت که بر در دیوار این بر اومد نوشته شده بود، اون به جای خود. این رو آیا به نظر شما سیستم آموزشی فقط کافیه که شعار داده بشه محیط زیست بهتر، زندگی بهتر از این صحبت ها، یا نه راه حلی متناسب با جامعه ایرانی پیدا کرد، مجال داد به مردم که بیان جلو در عرصه‌های مختلف از جمله محیط زیست مسئولیت‌هاشون رو عمل کنه؟ موضوعی که خیلی در مورد محیط زیست اهمیت داره اینه که همیشه ما باید برنامه‌ریزی درازمدت برای این ماجرا داشته باشیم، برای اینکه چه در مورد بررسی آسیب‌ها، چه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که میشه و چه در بخش فرهنگ‌سازی و رسانه و اطلاع رسانی و سواد افزایش در واقع سواد زیست محیطی مردم، همیشه مستلزم گذر زمانه و ما باید این توجه داشته باشیم که نمیتونیم زود منتظر نتیجه باشیم وقتی در مورد طبیعت صحبت میکنیم. بعد مسئله بسیار مهمیه که این از پایه وارد زندگی افراد بشه، برای اینکه ما همیشه جای خالی این ماجرا رو در مدارسمون داشتیم. شما ببینید که
به نظر من تجربه هایی که کشورهای دیگه کسب کردن در این زمینه هم ارزشمنده هم و هم میشه ازش چیزای زیادی رو یاد گرفت. همیشه یه بخش مهمی رو در کلاس های درس در مخصوصا در مقطع دبستان اختصاص میدم به گیاهان، به اردوهای علمی که دانش آموزا رو میبرن و در واقع به متعهد کردن اونها نسبت به محیط زیست با مشارکت گرفتنشون در تمیز کردن، در گل کاشتن، درخت کاشتن. ولی این در ایران تنها روز درختکاری اتفاق میفته و اون هم خب به صورت خیلی نمادی که البته من نمیدونم با وضعیت آبی که ما در پیش داریم این هم های کارساز خواهد بود در دراز مدت یا نه. منتهاش مسئله اینه که چند وقت پیش اتفاقا خبری خوندیم در مورد اینکه 60 تا مدرسه محیط زیستی در تهران به صورت داوطلبانه تأسیس شده. حالا اینکه مدرسه محیط زیستی چی هستن من خیلی کوتاه بگم که در واقع مدرسه‌ای هستن که سعی دارن به شکلی از انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنن. مثلا ممکنه احیانا روی سقف اون مدرسه سلولوئید باشه، خورشیدی کار گذاشته شده باشه برای امن کردن آب و مواردی از این شکل. از طرفی قراره که واحدهای درسی به اونها اضافه بشه که بیشتر بپردازه به حفظ محیط زیست، شناخت محیط زیست. و در بخش زباله ها هم قرار شده تفکیک از مبدا در این مدرسه اتفاق بیفته. منتهاش مسئله یه سال دو سالی که تجربه شده و همه مدیرایی که داوطلبانه موضوع پذیرفتن بعدش به خاطر نبودن بودجه و به خاطر نبودن حمایت کافی و اینکه افرادی که تخصص داشته باشن که بتونن بیان تو مدرسه اطلاع رسانی بکنن یا کلاس ویژه‌ای بزنن، کارگروه و کارگاه ویژه‌ای برای دانش آموزا بزنن وجود نداشتن. من فکر می‌کنم که ما بدنه علمی ضعیفی در این مورد در مورد ایران نداریم. منتهاش با اینکه رشته‌های مختلفی داریم که توی رشته‌های منابع طبیعی، فیزیک دریا، محیط زیست، بهداشت محیط، رشته‌های مختلفی دانشگاهی داریم که همه‌شون هم ظرفیت خیلی بالایی دارن و دانشجو زیاد می‌گیرن. منتهاش مسئله اینه که آیا این افراد برای اینکه بتونن خدماتی ارائه بدن بعد به لحاظ علمی کار تحقیقاتی انجام بدن نیاز به ابزار دارن، نیاز به سرمایه گذاری دارن، نیاز دارن که فضا در اختیارشون قرار بگیره که متاسفانه این پوشش و این حمایت از طرف دولت اتفاق نیفتاد. موضوع بعد مسئله اینه که ما وقتی که در مورد محیط زیست صحبت میکنیم و در مورد بخش آموزش صحبت میکنیم همیشه طرفمون فکر کنیم که مثلا رسانه ها تلویزیون به اندازه کافی برنامه در این مورد نساخته و اطلاع رسانی کافی نکرده و دلیلش هم به نظر میرسه اینه که همیشه این وجه امنیتی و سیاسی وجود داشته و جدا از این که بخواد به صورت کلی و ملی بهش نگاه بشه خیلی جزئی نگرانه. مثلا شما میبینین که افرادی که اعتراض میکنن به خشکی در ارومیه زندان میافتن، افرادی که در اهواز در مورد وضعیت خوزستان معترضن چه در مورد شرایط تالاب‌ها چه ریزگردها بهشون میگن شما جدایی طلب و تجزیه طلب هستین، در سیستان شما میبینین که این افراد در واقع متهم میشن به اختشاش امنیت ملی. من فکر میکنم که در همه این موارد همیشه حتی در مورد موضوع محیط زیست ما همیشه با یه دید سیاسی امنیتی مواجه بودیم. حتی عملا اعلام هم شده، مثلا شهردار تهران اعلام میکنه که وضعیت بغرنج آب اعلام نمیشه به شهروندان برای اینکه یک موضوع در واقع امنیتیه و یا تبدیل میشه به موضوع امنیتی. در مورد سلامت مواد غذایی دقیقا به همین شه، یعنی ما اطلاع رسانی نمی کنیم. طبیعیه که وقتی شما در مورد آمار سرطان، در مورد مواد غذایی آلوده، در مورد افزایش میزان آلاینده‌های موجود در آب و هوا در شهر و استان‌های مختلف ایران اطلاع رسانی نکنین، طبیعیه که افرادی کار کارشناسی میکنن نمیتونن در واقع پژوهشی انجام بدن یا اینکه در نهایت آمار و تحقیقاتی هم که انجام میدن وجه ملی پیدا نمیکنه، اطلاع در واقع در اختیار دیگران قرار نمیگیره. و اتفاقا میتونم اینجا به شما بگم که جامعه جهانی هم نمیتونه کمک ویژه‌ای در این مورد بکنه، برای اینکه دنیای داده ها و ارتباطات اطلاع رسانی. شما ببینید که در مورد همین موضوع خوزستان که شهرهای مختلفی میخواستن کار بکنن چه در مورد شناخت مبدا اون ماجرا و رفرنس های این ریزگرد ها، منتهاش موضوعی که بود خب این ما به گفته خود خانم ابتکار خیلی از ایستگاه هواشناسی ما در ایران اصلا فعال نیست، کار نمیکنه. پس ما داده های محلی که نمیتونیم داشته باشیم عملا و مگه اینکه مثلا بتونیم از روش های مدلینگ و اینا استفاده بکنیم که اونم با تجربه بسته بودن فضای ایران و اینکه کار تحقیقاتی کم انجام شده حداقل در موضوع محیط زیست و منابع طبیعی، خب مسلمه ده. که جامعه جهانی هم در اون کشورهایی که بخوان کار تحقیقاتی هم بکنن نمیتونن کمک خاصی بکنن در این مورد.
خب اشاره کردم به اسم خانم ابتکار معصومه ابتکار، مسئول سازمان محیط زیست کشور در ایران. خانم معصومه ابتکار که با سابقه تروریستی در اشغال سفارت آمریکا نقش داشته، از این موضوع فعلا میگذریم. میرسیم به این نکته که من بارها اشاره کردم در تفسیر خبر که بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله خانم معصومه ابتکار به عنوان گزارشگرای رسانه‌ای عمل میکنه. یعنی مثلا خانم ابتکار آمدن در مورد همین ریزگردها یک همین موضوع رو مطرح کردن که بسیاری از دستگاه‌های هواشناسی و بقیه دستگاه‌های ما کار نمی‌کنه. ریزگردها این خطر رو داره، ریزگردها در اثر این علت‌ها هست و ریزگردها باعث میشه که فلان و فلان بشه. خب اینا رو کسان دیگه میدونن. شما نشستید و از مزایای این وزارت و صدارت طی این سالها و هر چه که هست برخوردارید. وظیفه شما هست که تمام این کارها رو برطرف کنید، نه اینکه بیاید گزارش بدید. دقت بفرمایید بینندگان عزیز، در اظهارات مسئولان حکومت ایران اکثرا میان اینو مطرح میکنن که بله مثلا جنگل‌های شمال مورد هجوم قرار گرفته. خب کی مسئول شما؟ باید جلو این کارها رو بگیم. یک نکته که من خیلی دلم میخواد شما دربارش صحبت کنید این هست، مسئله زندگی به اصطلاح غیر انسان ها هست، پرنده ها، حیوانات، همه اینها. این چجور حفظ میشه؟ من غم انگیز هست در هنوز ماه فروردین تموم نشده 3 پلنگ از نژاد پلنگ های ایرانی کمیاب از بین رفتن و همینطور. حالا این یک عادت دیرینه سنتی شده که ما هر حیوانی رو میبینیم اولین وظیفه ملی میهنیمون مثل اینکه باید آزار رسوندن به حیوانه. سگ رو میبینیم باید با سنگ بزنیم، مورچه رو آب در لونش بریزیم، پرنده رو با تیرکمون از بچگی یاد میگیریم بزنیم. چرا معلوم نیست. به همین دلیل هم بوده که فردوسی شاید گفته که دیده آزار به مورچه هم میرسه، گفته من یازار موری که دانه کش هست، هشدار داده. این رو چطور میبینید؟ یعنی آیا مهم هست؟ چون هر کدوم از این حیوانات یک نقشی در حفظ محیط زیست دارن وقتی آدم مطالعه میکنه، یا نه اینطور نیست؟ برید ما من صحبت قبلیمو جمع بزنم در مورد مدیریت محیط زیست، برای اینکه فکر کنم سازمان محیط زیست توی سالی که گذشت عملکرد بسیار ضعیفی داشت. خیلی از افراد که در حیطه محیط زیست کار میکنن اذعان دارن به این ماجرا که مشکلات محیط زیستی ایران در 4-5 سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده. درسته که عوامل جغرافیایی جهانی رو هم باید بهش افزون بکنیم، منتهاش مسئله از سهل‌انگاری و سرپوش گذاشتن و سودجویی های کوتاه مدت بیشتر نشأت میگیره و طبیعتا عدم مدیریت. و موضوع بعدی هم این که سازمان محیط زیست به تنهایی واقعا کافی نیست برای ساماندهی مشکلات محیط زیستی ایران، به خاطر اینکه به تنهایی نه تنها قدرت کافی اجرایی نداره، بلکه در سیاست گذاری هم عملا سازمان مثلا وزارت صنایع یا وزارت نفت همکاری خاصی با این سازمان ندارن و تعهدهای ویژه‌ای هم که براشون لحاظ شده در واقع عملی نمیشه. شما ببینید که مثلا سازمان شرکت‌های تعاونی همیشه جزء قوانینش بوده که 50% سهامش متعلق به اشتغال زایی و متعلق به تولیدات ارگانیک و اشتغال زایی در زمینه محیط زیست. خب کی شرکت‌های تعاونی در شهرهای کوچیک و بزرگ، روستایی و شهری به این تعهدشون عمل کردن؟ مطمئنا موضوع محیط زیست وقتی در موردش صحبت می‌کنیم حتما مسئله خیلی فراگیرتر از اون افراد و انسان‌هایی میشه که در محیط زندگی می‌کنن. مطمئنا شامل گیاهان و پوشش گیاهی اون منطقه و جانوران که در محیط زندگی می‌کنن میشه. شما فراموش نکردیم که با خشک شدن تالاب‌های بسیار زیادی از ایران تعداد زیادی از پرنده های مهاجری که ایران میزبانشون بود سالها، اینا از نقاط مختلف همسایه های مرزی ایران در واقع پناه می آوردن، اونجا تابستون رو می گذروندن و زندگی زمستونشون رو می گذروندن و زندگی اونها در پیوند بود با مردم منطقه، اینها دیگه مهاجرتشون کم شده و یا اینکه بسیاری از اون گناه ها از بین رفتن. و همینطور که شما اشاره کردین یه نمونهش همین یوز فرنگ ایرانیه و یه نوع سمندر که به تازگی یه دانشگاهی اعلام کرده بود که در مرز ایران و عراق پیدا شده و اون هم در حال انقراضه. و من فکر میکنم که
وقتی که افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، حالا چه محیط کوچیکی و یا چه در مورد افرادی که مثل مخصوصا در شمال ایران در دل طبیعت در واقع زندگی میکنن، زندگی شهری رو میبرن در دل طبیعت، همیشه باید به این موضوع هم فکر بکنن که تنها شهروندان اون ساکن اون منطقه نیستن و اینا مشخصه که مثل یه زنجیره با هم در پیونده، برای اینکه علاوه بر اینکه زندگی و حیات گیاهی و جانوری هر منطقه نشان دهنده سلامت زیست بوم اون منطقه است و میتونه نشانهای بیماری اون منطقه رو به ما نشون بده. به طور مثال وقتی در مورد خشک شدن تالاب‌ها صحبت می‌کردیم، از سال‌ها قبل مهاجرت پرنده‌ها به اون منطقه کم شده بود و یا اینکه زندگی آبزیان ماهیان آبزی در فصل زاد و ولدشون به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود، که اینا همه نشانه‌هایی که برای کسی که کار زیست محیطی می‌کنه، کار اقلیم شناسی می‌کنه، می‌تونه نشانه‌های مفید و موثری باشه برای اینکه بتونه آسیب شناسی بکنه و جلوشو بگیره. به هر حال علاوه بر اینکه در این موضوع خیلی اهمیت دارن، شما می‌بینید که کشورهای مختلف دنیا روی ماجرا سرمایه‌گذاری می‌کنن به عنوان طبیعت‌گرد، به عنوان فعالیت‌های توریستی، به عنوان مرکز پژوهشی تحقیقاتی روی این موضوع کار می‌کنن و اون بهش به عنوان سرمایه ملی نگاه می‌کنن. شما نمونه‌های خیلی زیادی رو از موزه‌های جانورشناسی، موزه‌های طبیعت‌شناسی در همه جای دنیا می‌بینید. فستیوال‌های زیادی رو می‌بینید که برگزار میشه با فیلم‌های که موضوعش فیلم‌های مستند معرفی طبیعت هستن. شما در همین ایتالیا به نظر من نمونه جالبی میتونه باشه که هر شهر کوچیکی در ایتالیا با داشتن مثلا معروف به داشتن درخت پرتقال یا معروف به داشتن یک گونه گیاهی یا مثلا یک نوع خاصی از ماهی که به عنوان غذای خوراکی استفاده میشه، فستیوال برگزار میکنن، جشنواره برگزار میکنن و مردم اون منطقه اقتصادشون میچرخه به اون ماجرا. و اینکه خیلی اهمیت داره برای اینکه خودش رو معرفی میکنن، توانمندی های اون منطقه افزایش پیدا میکنه. شما ببینید در مورد مثلا موضوع آشوراده یا در مورد جزیره کوچکی که در خلیج فارس که نزدیکن به جنگل هرا، اینا میتونه چه منبع درآمد سرشاری برای مردم اون منطقه باشه به لحاظ جذب زیست شناس، به لحاظ جذب توریست و طبیعتگرد و یا مناطق کبیری ایران. منتهاش من چون که آغاز صحبتمون در واقع مرتبط با مردم بود، بعد نیست اینجا هم به این موضوع اشاره بکنم که مثلا در استان خراسان جنوبی چند وقت پیش بوده، یک سال پیش این مشکلی به وجود اومد که یکی از جوانای اونجا که کار کبیرگردی انجام میداد و توریستا رو میبرد و معرفی میکرد و خودش اتفاقا کبیرشناس بسیار زبده بود علارغم سن کمش، با ماشین روی مینی میره که برای رانم که اونجا تعبیه شده برای عبور قاچاقچی های مواد مخدر و کشته میشه و جون چه دست میده، حتی با ماشین، یعنی مینه زده تانک اونجا کار گذاشته شده بوده. و ما هنوزم خیلی زیاد داریم میبینیم که توی تالاب ها بسیار از افراد که میخوان برن براندازگیری میگن که اینجا مین وجود داره و شما ببینید که حتی در جزئی ترین مورد که مورد امنیتیه یا اینکه ما کارشناسا اعلام کردن که در این 10 سال اخیر چیزی نزدیک 110 تا محیطبان جونشون از دست دادن، یعنی تعدادشون از یوز پلنگایی که ما اول صحبتمون بهشون اشاره کردیم، تعداد کشته شده‌ای که محیطبان بیشتر از اون بوده. پس این نشون میده که یه خشم درونی، یه قهر با طبیعت اتفاق افتاده. حالا این میتونه مردم با یک طرفش مردم باشن و یه طرفش هم نهادهای دولتی باشن که مطمئنا منفعت میبرن از تخریب جنگل ها، از تخریب تالاب ها و از سرازیر کردن پسابای صنعتی و نفتیشون به تالاب ها. و به نظر من اینه که باید ردیابی بشه و اینه که باید مهار بشه و به لحاظ قانونی براش در واقع اصولی اتخاذ بشه که بتونن جلوی این موارد رو بگیرن. سپاسگزار هستم، امیدواریم چنین بشه و امیدواریم روزی تمام انسان‌ها در همه جای جهان، در ایران به ویژه، از محیط زیستی شایسته برخوردار باشن که در اون تمام جانداران که تکمیل کننده طبیعت هستن و همه در یک هارمونی و هماهنگی با هم این هستی زیبا رو شکل میدن، برخوردار باشن از خودشون. حتی پرندگان کوچکی که در شاخ درختی در این روزها و آواز میخونن و نخون سر. سپاس بسیار داریم از شما. امیدوارم سال 96 سال آشتی ما با طبیعت باشه، افزایش سواد و اطلاعاتمون از زیست بومی که درش زندگی میکنیم و جدی گرفتن مشکلات محیط زیست. خیلی متشکرم. امیدوارم چنین باشه و ما این
برنامه رو تقدیم میکنیم به تمام جوانان نازنینانی که در حفظ محیط زیست کوشا هستن. من میبینم روی فیسبوک ها گروه های مختلفی از جوانان هستن که به پاکسازی طبیعت میپردازن، کوه و دشت و دمن و دامنه های کوهساران، از این شهر به اون شهر میرن با هزینه های شخصی خودشون. دنبال کردم روی صفحات فیسبوک. این برنامه رو ما تقدیم میکنیم به این گروه از جوانان نازنین در هر کجا که هستند. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظات دیگر و خواهیم پرداخت به پیامدهای تفاهم اتمی میان جمهوری اسلامی و پنج به اضافه یک. میهمان بعدی برنامه آقای رامین پرهام، نویسنده و عضو اتحاد برای دموکراسی در ایران خواهد بود در پاریس. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای رامین پرهام، نویسنده و عضو اتحاد برای دموکراسی در ایران در پاریس ساکن هستند. مقالات بسیاری از ایشون منتشر شده، دارای کتاب نیز هستند به زبانهای مختلف، فارسی و زبانهای دیگه از جمله فرانسه. بیوگرافی ایشون طولانی تر از وقت باقی مونده برنامه است. برای نخستین بار هست با ما هستن در تفسیر خبر و امیدواریم در برنامه های آینده باز میهمان من و شما عزیزان باشن. به نمایندگی از شما سلام میگیم و خوش آمد به آقای رامین پرهام پاریس. سلام به شما آقای چرنگی، باز هم سال نو رو تبریک میگم به شما و به همکاران و دوستانتون و به بینندگان تلویزیون ایران فردا. همینطور بر شما مبارک و خوش است با سال نو. و از مسائل مهم سال نو آقای پرهام عزیز، مسئله این تفاهم اتمی بود که در لوزان ظاهرا به دست اومد، اما روایت های مختلفی ازش شد. روایت هایی که در تهران بر منبر و جاهای دیگه گفته شد چیزی بود که با اون چیزی که در واشنگتن جای دیگه گفته شد فرق میکنه. علت چی بود؟ چرا این شفاف نبودن و این حد؟ ببینید آقای شرنگی، این منبری که شما ازش صحبت میکنید، منبر عبادی هسته سیاسی، این منبر در چه چیزی شفاف بوده که در این قضیه باشه؟ این و این تفاهم نامه لوزان روز 13 فروردین، امیدوارم که نحسیش برای 20-25 سال آینده گریبان کشور رو نگیره. و اگر شفاف نبوده که نیست، به عنوان نمونه آقای صالحی امروز گفتن برگه جزئیات یا همون فکت‌شیت، برگه جزئیات از سوی سازمان انرژی اتمی و مذاکره کنندگان ایرانی تهیه شده و در اختیار وزارت امور خارجه و آقای ظریف قرار گرفته و اگر آقای ظریف صلاح بدونن منتشر میشه. خب چه چیزی مصلحت نیست که مردم ایران ندونن؟ چرا مردم ایران نباید بدونن که جزئیات گفتگوهای اینها در لوزان با آمریکایی‌ها چی بوده؟ چرا مردم ایران نباید بدونن که برای چی 20 سال پروژه هسته‌ای که بر اساس برخی از برآوردها 300 میلیارد دلار برای این کشور هزینه مستقیم داشته، این جزئیات چه بود؟ مردم باید بدونن که چرا، چه نوع تفاهمی حاصل شده است بین آنهایی که دهه هاست ستون اصلی گفتمان سیاسی عبادیشون استقلال است و که در طرف مقابل در آمریکا رئیس سازمان سیا، رئیس CIA از امتیازهایی که اینها در لوزان دادن نه تنها خوشحال است که شگفت زده شده. خب مردم ایران باید بدونن دیگه، و
به نظر من اون چیزی که در روز 13 فروردین امسال متاسفانه بیمش میره که اتفاق افتاده باشه این است که اینها بخش قابل توجهی از حاکمیت ملی ایران رو، از استقلال ایران رو، از حاکمیت ملی ایران رو واگذار کردن به دول خارجی، به آمریکا و به نهادهای غیر ایرانی و خارجی. چی هست آقای فرهاد؟ این نکته رو اگه باز کنید ممنون میشم، بفرمایید. ببینیم مثلا آقای روحانی از همون 2 سال پیش و توافقنامه ژنو در نوامبر 2 سال پیش آمدن و به ایرانی ها یک دروغ بزرگ گفتن. گفتن من و آقای ظریف و تیم مذاکره کننده ایرانی بالاخره توانستیم حق غنی‌سازی رو در ایران به قدرت‌های بزرگ جهانی بقبولونیم و این حق رو به دست میاریم. این دروغ بزرگه، این دروغی است که باز هم بعد از 13 فروردین و تفاهم نامه لوزان تکرار شد از سوی آقایان. حق غنی‌سازی، ببینید متن NPT یا معاهده منع گسترش سلاح‌های تخریب دست جمعی در تارنمای سازمان ملل متحد به انگلیسی هست. خب متن به انگلیسیه و همه ممکنه دسترسی نداشته باشن، ولی اصل 4 معاهده NPT به صراحت میگوید که این معاهده به هیچ وجه نمیتواند به گونه ای تفسیر شود که مانع پژوهش، تحقیق و توسعه، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تمام جزئیات آن از جمله غنی‌سازی باشد. ایران از 1970 به این سو، یعنی 7 سال پیش از انقلاب، عضو NPT است. حق غنی‌سازی بر اساس اصل شماره 4 این معاهده حق ماست. ما نیازی به تحریم شورای امنیت، تحریم آمریکا، تحریم اروپا، 10 سال بحران، سالها مذاکره، 6 قطعنامه شورای امنیت نداریم برای اینکه این حق داشته باشیم. این حق ماست از 1970، از 7 سال پیش از انقلاب. ما عضو NPT هستیم. اصل 4ش میگه این حق ماست. در نتیجه رفتن و سر هیاهو را انداختن و سر صدا را انداختن و گفتن که آقای ظریف مصدق قرن 21 است، چرا که ما حق غنی‌سازی به دست بودیم. این دروغه و از زمان نازی ها در آلمان و رئیس تبلیغات سازمان تبلیغات نازی ها گوبلز، رئیس پروپاگاند نازی ها، ما یه چیز رو میدونیم: دروغ هر چی بزرگتر باشه راحت تر اون نمیشه به خورد مردم ده. و اینها دروغی گفتن اصلا حیرت انگیزه. من میفهمم وقتی رئیس سازمان برنر، رئیس CIA میاد میگه که شگفت زده شده از امتیازهایی که اینها دادن. موارد دیگه نقض حاکمیت ملی ایران این است که بر اساس برگه جزئیاتی که در آمریکا منتشر شده از سوی کاخ سفید و دیگران، هر بازرس، یعنی هر کارمند بین‌المللی آژانس، در طی 20-25 سال آینده اگر مشکوک بشود به نقطه ای از ایران، از جغرافیای ایران، از سرزمین ما، از جغرافیای حاکمیت ملی، به هر دلیلی مشکوک بشود به یک معدن، به هر دلیلی مشکوک بشود به یک کیچ، آچار، پمپ، روغن، ماده شیمیایی که در یک جایی، بازرگانی یا شرکتی خریده است در بازارهای جهانی، میتونه اون فرایند رو متوقف بکنه و میتونه به اون نقطه از خاک میهن ما سرکشی بکنه و میتونه به اون معدن سرکشی بکنه و بره بازرسی بکنه، ببینه در اون معدن چه میگذره، ببینه این آچار پیچ کوچتی که فلان شرکت خریده آیا میخواد باهاش پیچ سانتریفیوژ سفت بکنه یا میخواد پیچ چیز دیگری رو سفت بکنه. و صنعت ما و جغرافیای حاکمیت ملی ما رو اینها واگذار کردن به یک نهاد غیر ایرانی و بازرسان اون نهاد و دول خارجی. خب ببینید، اون NPT رو که اشاره میکنین این نیستش که غنی‌سازی رو تا الی غیر نهایه میتونن ادامه بدن. محدودیت هایی داره نداره؟ بله ببینید،
NPT چیست؟ الان هم میتونن اینا بگن ما پذیرفتیم در چارچوب NPT 3.5 3.5 3.67 درصد غنی سازی کنیم. NPT اجازه نمیده که به حد مثلا بالای 20 درصد و اینها برسه. بله ببینید NPT معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اصل 4ش کاملا واضح هست، اصل کوتاهی هم از 4 خط بیشتر نیست. شما هر عضو NPT میتواند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای داشته باشد با تمام جزئیات و تمام فرایندهای صنعتی پژوهشی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. چرا اصلا این قضیه تبدیل به بحران شد و تبدیل به قطعنامه شورای امنیت شد و تبدیل به 6 قطعنامه و تحریم‌های شدیدترین تدابیر تحریمی در تاریخ معاصر؟ چرا کار به اینجا رسید که رئیس پیشین بخش تضمین‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای 2 روز پس از تفاهم لوزان گفت امتیازهایی که ایرانی‌ها دادند، تیم مذاکره کننده ایرانی داده، در روزنامه فیگارو چاپ پاریس بود 2 روز پیش، امتیازهایی که طرف ایرانی داده به مراتب فراتر از پروتکل الحاقی است که هنوز به تصویب مجلس اسلامی هم نرسیده، به مراتب فراتر. چرا ما به اینجا رسیدیم؟ به یه دلیل بسیار ساده، دروغ. یعنی اینکه وقتی در سال 2002-2003 از راه‌های دیگری دنیا متوجه می‌شود که در نطنز فعالیت هسته‌ای ناگفته و غیر اعلام شده به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برخلاف تعهدات بین‌المللی و حقوق ایران صورت گرفته است، دنیا مشکوک شد. حق هم داره مشکوک بشه. و پشت سرش بحران هسته‌ای آغاز شد. رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی هم همین آقای حسن روحانی بودند. خود ایشون هم بعدها اعلام کردند و نوشتند که وقتی که با ترویکای اروپایی مشغول مذاکره بودند و به حالت تعلیق در آورده بودند غنی سازی رو، نسل‌های بسیار پیشرفته تر سانتریفیوج رو داشتن در ایران مخفیانه تولید میکردن و کار میگذاشتن. یعنی باز هم دروغ گفت. خب بس سر همینه آقای پرهام گرامی، بس سر همینه برنامه رو ادامه دادن که تمام عالم و آدم میدونست این برنامه سرانجام مطلوب جمهوری اسلامی نخواهد داشت. جهان ساکت نمیشینه که حکومت دینی ایران به راحتی به بمب اتمی دست پیدا کنه، جلوشو خواهد گرفت. این روشن بود، بسیاری گفتن. ولی کار با هزینه‌های بسیار که امروز روز از انتشار اون توافقنامه‌ای که جنایی که میخواد اونو پیروزی هم قلمداد کنه، اگر پیروزی خب بیان اعلام کنید چی از چین. البته این هم بگید لاپوشونی های در آمریکا هست که این لاپوشونی ها رو الان من برای بینندگان توضیح میدم، گرفتاری پیدا شده برای خود دولت اوباما. تعداد کنگرسمن که اعلی کنگره و سنا اینها به حدی رسیدن که حتی میتونه مانع تصویب نهایی بشن علی رغم تمایل پرزیدنت اوباما. اما آقای پرهام گرامی، شما نکته ای رو که میفرمایید درست، عکسشو آقای ابراهیم یزدی وزیر خارجه در دولت موقت انقلاب و پیش از وزارت خارجه از جمله محاکمه کنندگان افسران و امیران ارتش ایران که اعدام شدند در کنار بقیه انقلابیونی که آمدند و نشستند و گرفتند و محاکمه نکرده اعدام کردند و یا محاکمات نمایشی. به هر حال آقای ابراهیم یزدی روزی امیدواریم بتونیم بیشتر در این مورد صحبت کنیم. حرفی رو زده، یک نکته که جامعه ایرانی نامه نوشته تبریک گفته به آقای ظریف برعکس اون چی که شما معتقد هستید. یک نکتهش اینه که به نظر من این جنبه اهانت‌آمیز داره که جامعه ایرانی این نکته را به درستی فهمیده است که نمیتوان با کشیدن دیواری به دور کشور به توسعه ملی در 2 بعد اقتصادی و سیاسی و رفاه شهروندان دست یافت. این 2 مهم در گروه تعامل با همه کشورها، منظورش اینه که
این مذاکرات نتیجه اینه که جامعه ایرانی این نکته را به درستی فهمیده. جامعه ایرانی آقای ابراهیم یزدی سالیان ساله که این نکته رو میدونست، حتما میدونست، نیازی به این نبود که این مذاکرات شما باید میگفته شاید که این حکومت به این نتیجه رسیده که من گمان نمی کنم رسیده باشه، اما این اهانت آمیزه که به جامعه ایرانی گفته بشه که الان فهمیده که به روابط با دنیا نیاز داره. 11 سپتامبر که آقای ابراهیم یزدی و بقیه سکوت کردن، این جامعه ایرانی بود که شمع افروخت، جوانان ایرانی برای قربانیان 11 سپتامبر. و بله، جامعه ایرانی هرگز دیپلماتی رو به گروگان نگرفت، دانشجویان خط امام بودن و حکومت ایران. جامعه ایرانی عملیات تروریستی در خارج از ایران و داخل ایران انجام نداد، جز سپاه قدس و بقیه اکنون انجام میدن و در گذشته. بگذاریم از این نکته. نکته دومی که درش اشاره کرده، باز این نکته بازتاب واقعیت نیست. اکنون ایران در دید و زبان جهانیان از رژیمی ایدئولوژیک پرخاشگر و ستیزه‌جو به حکومت قابل تعامل تبدیل شده است. یعنی به خاطر این تفاهم نامه دیگه یک مرتبه جهانیان آمدن و گفتن نه دیگه، ایران، حکومت ایران بسیار، حالا نمیگم حکومت ایران دیگه به راه اومده و اهل تعامل هست. چون این نیست، از صبح تا شب تلویزیون ها و رادیو تلویزیون ها و مطبوعات این بره دنیا آمریکا همچنان حکومت ایران یک حکومت غیر قابل اعتماد، حامی تروریسم، فتنه انگیز در منطقه و بقیه مسائل هست. آقای یزدی هم حتما اینو میدونن، اما خب این حرفشون نظر شما رو میشنویم، میپرسیم، چون مغایر نظر شما بود. آقای ببینید، آقای ابراهیم یزدی و خیلی طبیعی است که بیان و از این مذاکرات و تفاهم نامه لوزان دفاع بکنن. وقت ما متاسفانه کم هست، حدود 2 دقیقه هستیم، بفرمایید. خیلی طبیعی است، به خاطر اینکه اگر توجه داشته باشید جمعی از دیگر چهره های ملی مذهبی هم در داخل و خارج کشور آمدن و از این دفاع کردن. اونجایی که بسیار تعجب برانگیز از این است که همین جریان ملی مذهبی که ما مذهبی بودنش رو خیلی دیدیم ولی از ملی بودنش چیزی ندیدیم، همین جریان مذهبی جریانی است که مسئله استقلال رو در ادبیات سیاسی ایران به ستون فقرات ادبیات و گفتمانش تبدیل کرده. به تارنمای اینترنتیشون هم که سر میزنید اون بالا عکساشون هست، از محمد مصدق شروع میشه و به مهدی بازرگان ختم میشه و اینها آمدن و از تفاهم نامه‌ای دارن پشتیبانی میکنن که نقض حاکمیت ملی ایران و نقض استقلال ایران است. بله، من یادم میاد روان شاد آقای منوچهر محجوبی و در آهنگر اینکه استقلال ایران براش مهم نیست، اون موقع من همین موضوع اشاره کردم، زمانی که ایشون وزیر خارجه بود به این نکته هم باز در همون زمان اشاره کرده بود. به هر حال به پایان این برنامه میرسیم. سپاسگزار هستیم آقای رامین پرهام عزیز، گفتنی ها بسیار هست، امیدواریم در برنامه های آینده با ما باشید و ادامه بدیم این موضوع و این بحث رو و همچنین مباحث دیگه مربوط زندگی مردم ایران و آینده. سپاس از شما آقای چرنگی و بار دیگر روز روزگارتان خوش. سپاسی دوباره. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سندو سبلان، آسماری الوند، کوساران دنا دراک و زگرس و تابشان، بر فلات ایران زمین دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.